دوستای عزیز، عید همه شما مبارک. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله متعال اعمال صالح ما و شما را قبول بکنه. دوستای عزیز، یک سوال میشه، چه قسم انسان بفهمه که روزیش قبول شده یا نشده؟ مثلا ما این مبارک رمضان روزه گرفتیم، تراویح کردیم، نماز خواندیم، عبادت کردیم، قیام اللیل، همه چیز از چشم خدا حفظ کردیم، گوش خدا حفظ کردن، دستای خدا، یعنی مسلمان ها در یک ماه مبارک رمضان کاملا اعضای بدنشان روزدار بود و حتی بسیاری خوراک های حلال به خاطر حکم الله ترک کردن، ارتباطشان با قرآن عظیمشان، با عبادت، با نماز، با جماعت، با مسجد بسیار زیاد شده بود، کمک با فقرا، صدقه فطر و دیگران. دوستان عزیز، آل روزه خلاص شد و عید آمد. اینجا باید انسان یک سوال جوابش داشته باشه و او چی سوال چی است؟ او سوالی است که آیا روزی ما قبول شده یا نشده؟ یک آیت قرآن ایره بر ما شما بیان میکنه. الله سبحانه و تعالی میگه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی فرض شد بالای شما ماهی روزی، ماه مبارک رمضان، چنان که فرض شده بود بالای امتهای قبلی. هدفش لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا حاصل بکنید. اینال اینی ماه، یک ماه، ماه عبادت و اطاعت، ماه ترینینگ است، ماه تمرین است، تمرین تقوا، تمرین ایماندانی، تمرین ایمانداری، تمرین ارتباط بسیار خوب قوی با الله، ارتباط خوب با قرآن، ارتباط خوب با مساجد، ذکر الله، عبادت الله، اطاعت الله، کل زیر تطبیق حکم الله بالای خود، بالای چشم خود، بالای گوش خود، بالای اعضای بدن خود. بنابراین این کلش برای چی شد؟ این تمرین لعلکم تتقون، این به خاطر ازی که 11 ماه دیگه انسان با تقوا شده. شما ببینین اگر یک کسی، یک کس رو شما استخدام میکنین در یک کار، او شخص اگر کاری خوب میکنه، که یک کس قرارداد میکنین، که چند نفر قرارداد میکنین که یک ماه به پیش شما کار بکنه، وقتی که یک ماه کار کرد معاش برش داده، شما دیگه هم نفر کار دارین، 11 ماه دیگه هم که تان کار بکنه. اینال او کسایی که در این جمله مستورهایتان، کارمندایتان، کارگرایتان که کارشان خوشتان آمده، شما اونا را میگین که باقی مانده 11 ماه هم بین و چی کنین؟ امرای ما کار بکنه. و وای که خوشتان نامده بود، باز او را جواب میتین و برشان بگیم که پیسی ده بگی برو بخیر. کسایی که صادقانه، مخلصانه و واقعا با تقوا شدن، الله متعال روزی از اونا را قبول میکنه و 11 ماه دیگه هم بر از اونا توفیق میده که چی کنن؟ همین قسم که در ماه مبارک رمضان بود، 11 ماه هم همین قسم در طاعت، در عبادت، در تطبیق احکام الله، تطبیق شریعت الله سعی و تلاش میکنه. اما از کسی که مجرد عید اعلان شد ترکت همه خوبی ها را و شروع کرد دوباره به غیبت، شروع کرد دوباره به حرام، شروع کرد به استعمال منفی چشم، شروع کرد به استعمال منفی گوش، شروع کرد به موسیقی و ساز و فیلم های مبتذل و چیزهای تیک تاک های مبتذل و چیزهایی که به دردش نمیخوره و ایر دوامدار و قرآن بیخی ترک کرد و نماز جماعت بیخی یادش رفت، دیگه حال تلاوت قرآن نیست، عبادت نیست، نماز هم کل چیز ترک کرد، پس معلوم میشه که این شخص روزیش قبول نشده. پس ما و شما سر از انیل تصمیم بگیریم که یا الله، امی خسن مادم های مبارک رمضان بودیم، بعد از ماه مبارک رمضان هم ما را توفیق بده که عمیق قسم با تقوا باشیم و این عمل ما را یا الله تو قبول بکو و توفیق بیشتر بده که 11 ماه دیگر هم با تقوا زندگی بکنیم. الله متعال همه ما شما را این توفیق نصیب بکنه و
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.